در کار سیاسی. دقیقاً. و همیشه در صحبتاش میگه آقا نفت رو از سیاست جدا کنید. نفت مایه ترقی ماست، چیزی که ما باهاش زندگی میکنیم. در حال حاضر ما کشور عقب افتاده ای بودیم. بله. داریم از نفت استفاده میکنیم تا مردم اول با سواد بشن، با این بودجه با توسط سواد بتونیم به پتروشیمی برسیم، به کارهای عمرانی در کشور برسیم. قاعدتا پذیرفتنی هم نیست یه مملکتی در عرض مثلا 60 سال 70 سال از دوره بربریت که در دوران قاجار بوده یک دفعه برسه به دوران مدرنیته و تمدن بزرگ. این رو مردم نفهمیدن. ولی میگم بر سر صحبت بر سر اینه که دوران مردان طلایی در تاریخ سیاسی کشورهای جهان از 30 سال پیش به پایان رسید. هر کسی که بیشتر دروغ بگه، هر کسی که بیشتر تحریف بکنه، هر کسی که بیشتر جنایت رو ببینه یا جنایتکار باشه یا جنایت رو ببینه و هیچی نگه در رأس قرار میگیره. هر کسی که بیشتر براش پول خرج بشه در رأس کشورها، چه به عنوان رئیس جمهور چه به عنوان نخست وزیر انتخاب میشه. و بازی‌های سیاسی به خصوص از 30 سال پیش به این یه شکل دیگری کار خودش رو آغاز کرد که ما داریم به مرحله ای از جهان نزدیک میشیم که امکان این هست که جهان هر روزی مردم جهان چشونو باز کنن ببینن یک قسمت از این کره زمین با خاک مجددا یکسان شده و میلیون ها نفر جان باختن و بعد بیان به دلیل اینکه خب تعداد جمعیت داره هر روز بالاتر و بالاتر میره بخوان دو مرتبه به فکر این هستن که جنس بفروشن. خب بریم ببینیم زیر زمینشون چی وجود داره، اونو برداریم استخراج بکنیم، بهشون براشون کارگر بفرستیم، براشون نمیدونم سند بیاریم، مجددا براشون مراقبت بکنیم از انسانهای بیمار به مدت 100 سال. یعنی به طور کلی. اما این صحبتایی که میکنم اصولا امروزه دیگه در سازمان ملل زده نمیشه. اگه سازمان ملل کسی بیره صحبت میکنه، دعوای بین دو تا دولته. من دعوا بر سر حقوق بشر در جهان و حتی ایران اصلا نیست. کی میره در سازمان ملل بخواد پشت مردم ایران که 32 سال دارن تیکه پاره میشن، میلیون ها نفر آواره، میلیون ها نفر کشته، بیش از 500 هزار نفر معلول، کی میاد صحبت بکنه؟ آنه. و خیلی جالبه که جناب هاشمی میبینی زمانی که توی امریکا داشتن قانون امریکا رو تامس جفرسون مثلا داشت مینوشت، اینا خب میدونی که امریکا کانادا کشورهایی بودن که زندان چی میگن زندانیا رو پیاده میکردن اینجا که برن بیچاره این سرپسا رو بکشن و چه میدونم برای موی سر اینا مثلا تازه اون موقع مثلا 20 دلار 30 دلار میدادن. اما جالب اینجاست که خب کشورهای جوونی بودن، بعد تازه نسل بعدیشون که اومدن تازه میخواستن یه مقدار به خودشون بیان و یه مقدار به قول خودمون مهد به قول خودمون چیز بشن دیگه، آدمیت بشن و برگردن به انسانیت. و اینا اومدن هی فکر کردن چجوری بتونن یه کشوری بسازن که با قانون بشه. مثل اینکه مثلا بچه که میخواد بره اول دبستان هی رفتن کتابایی که در رابطه با منشور حقوق بشر کوروش بود، بعد حتی مثلا کتابایی که در رابطه با کوروش نوشته بود که خود ما هنوز نمیدونیم، نخوندیم چون اطلاعاتمون واقعا ضعیفه. اگه واقعا میدونستیم به این روز نمیافتادیم، چون خب هم 800 سال پیش توی مغز ما یه ویروسی یه آمپولی تزریق کردن به اسم ویروس اسلام که متاسفانه این اسلام باعث شد که ما یه کمای طولانی بریم. تازه زمان پهلوی ما داشتیم واقعا توی خود به خودمون میومدیم، بیدار میشدیم، دوباره یه تزریق دیگه به اسلام خمینی که واقعا ما رو دوباره به خواب بردن. اما خب من واقعا خوشبینم با آینده، چون من ایران که رفتم اومدم واقعا جوان ها رو دیدم، آینده خیلی خوبی داریم. فقط اگه واقعا با هم متحد بشیم، اتحاد پیدا کنیم، جوان همون به قدری باسوادن که شاید ایران در عرض من اعتقاد به یه چیز دارم. بله برم. من سالهاست در رابطه با همبستگی و اتحاد با بچه‌ها با همه دوستان آشنایان صحبت میکنم، از رؤسای تلویزیون بگیرید، از بیزینسمناشون بگیرید، از برنامه‌سازاشون بگیرید، از رهبران اپوزیسیون بگیرید. به این نتیجه رسیدم از اینا عبور کردم. بله. چون اینا اصلا متوجه نیستن در ایران چه خبره. رو راست بهتون بگم، یکی اینکه 30 سال از ایران بیرونن.
دو اینکه در سنینی هستن که اصلا متوجه نیستن جوون یعنی چی. یعنی حتی جوون امروز برابری نداره با جوون 30 سال پیش یا 35 سال 40 سال پیش. جوان امروز به طور کلی متفاوته. بارها هم سند واقعی زندگی خودشون رو بهشون گفتم، گفتم آقا یک نگاهی به زندگی خودت بکن، چرا پسرت چرا دخترت در کنارت نیست؟ کدام یک از شما دختر پسراتون با شما همراهی میکنن، همکاری میکنن؟ به خاطر اینکه میدونن که مسیرشون از شما جداست. شما در یک دوره ای از تاریخ فریز شدید، موندید و اصلا متوجه نیستید که ایران امروز با ایران 35 سال پیش متفاوته، با 32 سال پیش، با 30 سال پیش، حتی با 20 سال پیشش هم متفاوته. و این انرژی و پتانسیلی که در بچه های بسیار بسیار باهوش ایران وجود داره، یکی از یکم زیباترن، اینا دارن منفجر میشن، اما این خارجی ها نمیذارن در دولت، در دولت و در بخش خصوصی. ولی مردمی که میرن ایران اینها رو میبینن، لمس میکنن، قسمت های بعدش هم میبینن، قسمت های مایوس کننده اش هم میبینن، در رابطه با اعتیاد، در رابطه با فحشا، در رابطه با بی‌اطمینانی، در رابطه با دزدی، در رابطه با جنایت، غارت، اون زد و بند هایی که در کشور میشه، هوای بد، بی قانونی، همه ایناش هست. اما اینا به معنی این که اون مردم بدن نیست، این مردم رو بد دارن نشون میدن. شما چنین وضعیتی رو اگه در خود آمریکا، در اروپا به وجود بیارید، باور کنید در عرض 2 سال همه چیزشون رو میفروشن، خودشون هم میفروشن، نابود میکنن. ما 32 سال تونستیم طاقت بیاریم، اونم به دلیل اینکه ما ریشه داریم در خاک. واقعا درود بر شما، ریشه داریم، ریشه ای که اگه واقعا این مطالعاتمون رو بیشتر بکنیم. الان خب خوشبختانه دیگه زمانی نیستش که مثلا ما دسترسی نداشته باشیم به کتابا، یا مثلا البته خب کتابایی بودن که دنبالش نمیدیم، اما خب خوشبختانه از طریق الان اینترنت و یوتیوب و فیسبوک شما برین واقعا ببینین دیگه، با سند، همه چیز با سند هستش، یعنی میتونین قشنگ ببینین، بخونین، مطالعه کنین، اصلیت خودتون رو پیدا کنین. بله. یعنی در اصل اینه، هویتتون رو پیدا کنین. جوانای امروز وقتی میشنن صحبتای چه اپوزیسیون گذشته، چه رهبران اپوزیسیون گذشته، چه فعالین سیاسی گذشته و چه برنامه سازان امروز، وقتی نگاه میکنن باور کنید که میخندن. ما چجوری میتونیم به اینا بگیم آقایون باور داشته باشید؟ خانوما خیلی متفاوت شد. برید رو اینترنت، برید با نام خودتون، برید وارد جامعه بشید. نام خودتون رو بذارید، وارد جامعه بشید، روی فیسبوک هر لینک برنامه خودتون رو دانلود کنید، بفرستید اون بالا، ببینید چه نظریاتی مردم نسبت به صحبت‌های شما دارن ندارن. این شناخت بالاخره خود آدم باید باشه دیگه. نمی‌کنن. عده اعظمشون، بیش از 95%شون نمیرن، با اسم حقیقی هم نمیرن، با یه اسم دیگه شاید برن، میترسن بازم از این که بخوان اسم خودشون رو بذارن. مثلا جوان امروزی بیاد بگه آقای برنامه ساز، آقای مدیر، خانم فلان، شما اصلا میشنوی ما رو؟ اصلا میبینی ما؟ من دانشم بیشتر از توی برنامه سازه، من دانشم بیشتر از توی مدیره. و وقتی که این بچه ها این صحبت ها رو بکنن، قاعدتا دیگه اونها نباید جلوی تصویر قرار بگیرن، راه رو باید باز بگذارن. به نظر من اصل واقعیت جامعه ما تعریف نشده، بلکه تحریف شده، به دلیلی که رسانه ها جلوی نسل سوخته رو گرفتن و اصلا مجالی برای ابراز عقیده اینا نیست. فقط اگه کسی مرد، اگه کسی تک پاره شد، اینا بیان پول جمع کنن برای کارهای خودشون. حالا من همش به ساعت نگاه میکنم، نمیخوام دیر بشه، میخوام بریم بپردازیم به کارهای شما. از کدوم قسمت شروع کنیم؟ از قسمت عکساس شروع کنیم یا اول از قسمت فقط اون پخشی رو شروع بکنیم که شما مایلی اول عکسا بیاد اون آهنگ روش باشه و بعد بریم برسیم به صحبتایی که شما میکنید، یا اول میخواین شما؟ بله، به نظر من بهتره که یه مقدار خوب با یه تیکه‌ای از این عکسا رو نشون بدیم، بعد بریم بپردازیم به داستانی که پشت این خب. پرده هستش. خب بزا جان، در استودیو اگر میشه عکس هایی رو که به شما دادیم اونها رو بگذارید، با همون دکلمه‌ای که دیروز پخش شد، صدای روش.
نترسانندم از میدان، که من جانباز میدانم، که من از مذهب و ایمان به جز ایران نمیدانم. نترسانندم از خنجر نه از این خانمان سوزی، که هر زخم تبر در من جوانه می شود روزی. در این مکتب سرای خواب شبیخون ناخودآگاه است، به گلزاری که جای آب سر بریده در چاه است. اگر از پای بنشینیم، اگر سر بر سکوت آریم، از این خانه به جز ویرانه ای بر جای نگذاریم. بیا طوفان برانگیزیم، بیا با هم به پا خیزیم، چراغ چشم دشمن را به سقف خانه آویزیم. بیا تا عمر ما باقی است، بیا تا خون به رگ داریم، به میهن جان دهیم و یا از این جان دست برداریم. بمان با من، بخوان با من، که وقت مرگ دشمن شد، بریده باد آن دستی که سرخ از خون میهن شد. مرا در دام اگر گیرند، به حبس آرند پروازم، برون آرند چشمم را، بسوزانند آوازم. مرا گر لب به لب دوزند، به خاک آرند دهانم را، اگر بر دارم آویزند، برقصانند جانم را. نترسانندم از میدان، که من جانباز میدانم، که من از مذهب و ایمان به جز ایران نمیدانم. نترسانندم از زندان، تو گر آتش برانگیزی، مرا مرگ هم نترساند، تو گر با من به پا خیزی. بیا تا عمر ما باقی است، بیا تا خون به رگ داریم، به میهن جان دهیم و یا از این جان دست برداریم. بمان با من، بخوان با من، که وقت مرگ دشمن شد، بریده باد آن دستی که سرخ از خون میهن شد. مرا در دام اگر گیرند، به حبس آرند پروازم، برون آرند چشمم را، بسوزانند آوازم. مرا گر لب به لب دوزند، به خاک آرند دهانم را، اگر بر دارم آویزند، برقصانند جانم را. نترسانندم از میدان، که من جانباز میدانم، که من از مذهب و ایمان به جز ایران نمیدانم. نترسانندم از زندان، تو گر آتش برانگیزی، مرا مرگ هم نترساند، تو گر با من به پا خیزی. بیا تا عمر ما باقی است، بیا تا خون برک داریم. خیلی زیباست حاجبا، کارتون بسیار زیباست. البته من میدونم که چند ماه دیگه تکمیل میشه بسیاری از کارها، ولی من سعی کردم شما رو زودتر دعوت بکنم در برنامه و مردم با شما بیشتر آشنا بشن، با اصالتی که در شما هست، با هنری که در ذهن شما و دست شما هست بیشتر آشنا بشن و متوجه این بشن که بسیاری هست، چه هنرمندان واقعی مملکت، چه سربازان واقعی، چه فعالین سیاسی واقعی پشت بسیاری از درهای بسته موندن. اون قسمت کمرشالیش که کلیشه‌ایش که در لس آنجلس خیلی زرق و برق داره، واقعیات رو به جامعه نشون نمیده. به نظر من شما یکی از واقعی ترین هنرمندان جامعه ایرانی هستید و منو میبرید به سالهای شاید 2500 سال پیش، اون موقع که با هم داشتیم تخت جمشید رو میساختیم. ما برگشتیم، ما کارگر بودیم اون زمان.
هنوز هم هستیم. نوشته بودن تو این کتیبای چیز کتیبای کوچیک نوشته بودن که چقدر به شما بیشتر دادن، حتی شما بیمتون زیادتر از من بود. بله. نه واقعا با دستای شما این سنگ ها نوشته شده و پرداخته شده و امروز بعد از این همه حمله، این همه آتش سوزی، بعد از اینکه روی هوای بازه، آب و آتش و آفتاب و هر چیز، حتی بیل و کلنگ افتادن به جونش، بله. این آثار بر جای مونده، اومدن دوزیدنش بردنش ولی بر جای مونده. شماها واقعا زحمت کشیدین و خون من مطمئن هستم، خون کسانی که یک به یک پشت به پشت رسیده، افرادی مثل شما اومدن که بتونن کارهایی رو که پدر بزرگان و مادر بزرگان در اون زمان انجام دادن، شما بتونید دنباله بگیرید، دنباله روی اونها باشید و بتونید این هنر رو به جهانیان بشناسونید. امید دارم تا یه روزی شما بتونید این هنرتون رو در کشور به کار بگیرید، برای بازسازی تخت جمشید، برای بازسازی آپادانا، برای بازسازی کشور و بازسازی تاریخ و تمدنمون. میخواین در رابطه با این نقاشی ها صحبت بکنید؟ اگه صحبتی دارید. بله حتما. البته خب یه اشاره میخواستم بکنم جونم، بفرمایید، من گوشم با شماست. البته خب اگه برگردیم به اون هنر تخت جمشید، اگه اون هنرمندان رو ما نداشتیم واقعیتش، جناب شمیر، الان ما هیچ چیزی، هیچ مدرکی نداشتیم که ما کی هستیم، از کجا اومدیم، هویتمون چیه، اصلا پارسی بودیم، مادی بودیم، کجایی بودیم، مغول بودیم، اصلا نمیدونستیم، هویت نداشتیم. با اینکه الان هم اینجا تو این کشور 30 سال داریم، 32 سال داریم زندگی میکنیم، یواش یواش واقعا من خودم دلم شور میزنه به هویتم، چه برسه دیگه واقعا جوانایی که تو ایرانن. ما هممون به یه نتیجه رسیدیم که دیگه زمان اینجا باید استابش کنیم، دیگه نذاریم بیش از حد، دیگه نذاریم که اینا هویت ما رو زیر سوال ببرن و فیلمایی بسازن مثل فیلمای 300 که اصلا تاریخ ما رو نمیدونستن. و البته خب من بگم تاریخ خیلی اهمیت داره، کسایی تاریخ رو مینویسن، کسایی تاریخ رو مینویسن که همیشه پیروز میشن. اسکندر مقدونی یونانی نبود، اولا مقدونی بود، متاسفانه خب امپراتوری هم نداشت، امپراتوری ایران رو گرفت و روی خودش گذاشت، آدم زرنگی بود و در این حال آدم دیوونه و جنون که دیگه تمام وجودش گرفته بود، تحمل این زیبایی ها رو نتونست داشته باشه و همه رو سوزون، بعدش هم پشیمون شد و متاسفانه خب دیگه به قول خودمون گذشته بود، دیگه دیر شده بود. اما اگه برگردیم دوباره نگاه کنیم به این تاریخ، یعنی هویت ما در هست در گرو تاریخمونه. اگه تاریخ رو فراموش کنیم، یادمون بره، دیگه نمیتونیم اون هویت خودمون هم بشناسیم. تاریخ رو اگه درست برای انسان، برای ایرانیان تعریف کنه، هیچ موقع یادشون نمیره و هیچ موقع هم گمش نمیکنن. دقیقاً. تا به امروز تاریخ رو وارونه نشون دادن و جوری عنوان کردن که تو حوصله اصلا سر بره سر کلاس تاریخ اصلا نشینی. بله. حوصله نداشته باشی سر کلاس تاریخ بشینی. بله. یادتون هست؟ بله. سر کلاس در میرفتی. همش در مورد قاجار و چی و البته خب اینا خوب بودن. چون قاجار کسایی بودن که واقعا اونا هم یه سری ایران خراب کردن. اما خب بله. آخه نوع درس دادنش به مردم. بله، ما اصلا واقعیتش اگه برگردیم، من حالا کاری به مذهب و دین ندارم، اما سوال من اینجاست که ما واقعا عرب نیستیم که ما چرا درس انگلیسی رو آورده مثلا بالفرض از کلاس راهنمایی گذاشته، اما عربی رو همینجوری از کلاس اولا به ما یاد دادن. آخه واقعیتش